در شغل مهندسی همه جای دنیا کار می کردم. از اروپا تا آسیا. بعد سرمهندس بیمارستانی در امارات شدم و 5 سال و نیم پیش بود که به دبی آمدیم. زندگی با خانواده در دبی عالی بود تا وقتی کووید پیش آمد. و چون در بیمارستان کار می کردم هم می ترسیدم و هم نگران خانواده بودم. پس وقتی در قرنطینه بودیم همزمان باید بر چیزی تمرکز می کردم تا به اینها فکر نکنم. پدرم از زمان بچگی ما نان می پخت. اما هیچ وقت باگت فرانسوی تورت درست نمی کرد. پس با خودم گفتم باگت می پزم. چیزی که با دست خودتان درست می کنید احساس بسیار خوبی دارد. همش کار دست است. شاهدم که خمیر چطور زیر دستم ور می آید و چند ساعت بعد این باگت های فوق‌العاده آماده می شوند. وقتی نان از تنور در می آید، صدای تردیش را می شنوید و عطر و طعمش را می چشید. اینها این احساس را به شدت در من بیدار کرد که می توانم خودم نان بپزم و گرچه اوضاع دنیا چندان خوب نبود، من توانستم حال و هوای خوبی برای خودم درست کنم. از نانهایی که درست می کردیم به همسایه ها دادیم و همسایه آلمانی گفت این بهترین باگتی است که در دبی خورده ام. به خودم گفتم پس باید واقعا کار را تکمیل کنم و بهترین باگت دبی را درست کنم. بعد مهندسی کار شروع شد. نوع آرد، مقدار نمک، دمای آب و هر چیز قابل تغییری را عوض کردم تا ببینم حاصل کار چه می شود. و هر روز 10 تا 15 تا باگت درست می کردم. همسایه ها نان ها را به دوستان و آشنایانشان هم دادند و یک دفعه دیدیم که کل دبی سفارش نان به ما می دهد. مردم دائما زنگ می زدند و روی اینستاگرام برای او پیغام می گذاشتند و من گفتم تقاضا خیلی زیاد است، باید دست به کار شویم. اینطور بود که وایکینگ بگری راه افتاد و چون مشتری هایی داشتیم که از 2 ماه قبل سفارش می دادن گفتیم دیگر باید مغازه باز کنیم. این که همکارانم اشتیاق مرا می بینند و همزمان خودشان هم علاقه بیشتری به این کار پیدا می کنند واقعا ارزشمند است. من می خواستم بهترین باگت دبی را درست کنم، همینو بس، ولی در نتیجه کارم گرفت و واقعا معتقدم اگر شوق کاری را داشته باشید در دبی امکان موفقیت دارید. ما می خواهیم نانوایی وایکینگ باگری را توسعه بدهیم و در دیگر شهرهای امارات، منطقه و شاید دنیا هم شعبه داشته باشیم.